محمود احمدی نژاد: به حال خودم و فردی که میگوید انتخابات یک پیروزی عظیم بود تأسف میخورم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و نامزد رد صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری اخیر درباره این انتخابات گفت: حالا ما انتخابات کردن، بالاخره مردم گذاشتن کنار، توجیهات میادن. واقعا بعضی وقت آدم تأسف میخوره، اول به حال خودش، به حال کشور، بعد به حال خود اون فردی که اصلا خنده‌دارتر از این میشه؟ بگه بله پیروزی عظیم، پیروزی عظیم. بعد دلیلش چیه؟ آقا دشمن ها بسیج شده بودن که انتخابات بیاد رو 30%، ما بردیم رو 40%، پس پیروزی. محمود احمدی نژاد از کسی نام نیاورد، اما به تازگی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس و کارکنان قوه قضاییه گفت: امید بیگانگان این بود که بر اثر این بهانه ها مشارکت در انتخابات به 20-25% برسد، که این امید محقق نشد. رهبر جمهوری اسلامی بحران کرونا و تاثیرات آن بر انتخابات را حدود 10% دانست و گفت: با وجود همه این مسائل، مردم با صفوف پرشور و اظهارات پرانگیزه خود از ساعت اول صبح حماسه عظیم و واقعی آفریدند و مشت محکمی بر سینه تحریم کنندگان و مخالفان و معارضان انتخابات زدند. با این وجود مردم میان وارد میدان میشن، از صبح زود صف میبندن و رأی میاندازند و اظهارات پرانگیزه از اونها پخش میشه در تلویزیون که انسان مشاهده میکنه. حماسه حضور مردم رو نبایستی ندیده گرفت. بعضیا روی آرای باطله تکیه میکنن، یا آقا آرای باطله، خب حالا چی؟ آرای باطله دلیل چیه؟ آرای باطله دلیل جدایی اون افراد از نظام؟ ابدا عکس قضیه است. همچنین ابراهیم رئیسی نیز در اولین نشست خبری پس از انتخابات این انتخابات را حماسه خواند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت کشور، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات اخیر شرکت نکردند و آرای باطله با بالاترین میزان در تاریخ برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی رسید.